سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم ایونت پس فصل 4 رو خریداری کنیم. تقریبا چیزی از تایمش باقی نمونده، 5 ساعت کمتر مونده تا تموم بشه فصل 4 رولر کوین. حالا میخوایم تمام مراحلی که ما پیش رفتیم رو خریداری کنیم و تمام جوایزش رو بتونیم دریافت کنیم. همونطور که میبینید توی این فصل تا لول 32 پیش رفتیم. ما قسمت ایونت پس بریم توی قسمت شاپ و بخش ایونت پس. خب در حال حاضر مقدار 102 RLT داریم که حالا خود ایونت پس هم قبلا بهتون گفته بودیم تقریبا 120 RLTه و حالا پریمیومش هم بخوایم بگیریم 259 RLTه. حالا اینه که بگیریم باز از این کمتر بشه. تقریبا تا لول 32 هم که اومدیم دیگه نهایتا تا این بخش برای ما تا 31 رو به ما میده. حالا مقداری که کم داریم رو میخوایم از ارزهایی که از قبل ماین کردیم چینج کنیم و به دست بیاریم. حالا توی یه بخش RLT که کلیک کنید اینجا دقت کنید برای چینج کردن ارزهای دیگه که ماین کردیم به RLT میخوایم چینجش کنیم به این شکل. الان چقدر نیاز داریم؟ حدود 18 تا RLT نیاز داریم. اینجا میتونیم تایپ کنیم 18 و حدود 18 تاش 61767 ساتوشی کم میکنه. حالا چون قیمت بیت کوین کم شده ولی حالا ما مجبوریم که بدیم و بگیریم چون دیگه آخراش تایپ هم نداریم که بخوایم منتظر بمونیم بازار دوباره صورت سعودی بشه که بتونیم مقدار بیشتری RLT دریافت کنیم. حالا اون روزای قبل هم که کلی باکس زدیم شانس هم نداشتیم، کلن دوتایی در اومده. حالا برخی روزا دیگه شانس خیلی خوب بود، نهایتا 15 تا 10 تا 9 تا خیلی خوبش دیگه 20 در اومده، ولی در کل طی این مدت که هر چی می‌زدیم دیگه همش ببینید یکی دوتا سه تا پنج تا هفت تا بیشترش یه دونه ای در میومد. کلی هزینه کردیم، کلی RLT دادیم ولی چیز خوبی نصیبمون نشد متاسفانه. خب اینجا 18 تا رو چنج می‌کنیم، دریافت می‌کنیم. خب همونطور که میبینید از این مقدار بیت کوین که 83,000 تا داشتیم کم شد و اینجا هم که به RLT ما اضافه شد مجدد 120 تا RLT مون اوکی شد. توی بخش شاپ مجدد برمیگردیم قسمت ایونت پس، توی دکمه کلیک میکنیم و اینجا بای آپگرید رو میزنیم که بخوایم خریدش رو انجام بدیم و دکمه بای رو میزنیم. خب همونجور که دیدید ایونت رو خریدیم و کل این موارد که آزاد کرده بودیم برای ما باز شد و تمام این ماینرها و کل این قطعات فن و سیم و هر مواردی که قفل بود برای ما باز شد. حالا اینا رو میتونیم توی اتاق اصلیمون بخش آیتم پنلمون اینجا بتونیم ببینیم. یعنی کل این ماینرها اینجا اضافه شد. حالا در حال حاضر دیگه اتاق بعدی رو بازم میتونیم باز کنیم. خب بریم اتاق بعدی رو هم باز کنیم. اینجا اتاق بعدی رو آنلاک میکنیم. خب این اتاق هم که باز کردیم ببینید یه حالت تبریک داره میگه. اتاق بعدیمون هم باز شد. یه دونه قفس هم داشتیم اضافه. قفص حالا کوچیکه ولی در کل با فعلا میذاریم که این ماینر کوچیکار هم بچینیم. در حال حاضر که پاورمون حدود 13700 تا بود ولی یکی یکی اینا رو اضافه میکنیم که ببینیم در کل پاورمون به چه مقداری میرسه. خب باز هم نیاز به قفسه داریم. توی قسمت شاپ میریم بخش رک. از این قفسه ها هر کسی هم میخواد بخره حتما از این قفسه ها بخره که به 5 تا از این قفسه ها میگیریم. خب 5 تا قفسه همون اونجا میچینیم. اگر این دکمه اوتو رو بزنیم کلان همه این قفسه ها گذاشته میشه و ماینر ها روش چیده میشه. حالا ما نمیخوایم به اون شکل باشه، خودمون میخوایم به هر شکلی که دوست داریم بچینیمش. خب برمیگردیم تو اتاق اول، اینا رو از اینجا برمیداریم. کلا این قرمزا رو از اینجا برمیدارم و ماینرها قوی تر رو کلا توی همون صفحه اول قرار میدیم. خب اول اینکه این ماینر رو میذاریم.
بعد این ماینرمون رو میذاریم. خب این ماینر اکروپولیس اسمش، حدود 50 گیگاهش قدرت میده. ماینر بعدیمون هم که رولر هستش و حدود تقریبا 120 گیگاهش پاور میده. ماینر ماینر خب تو این اتاق ماینر همون کانالا تموم شد. حالا یه دون از اینا رو میذاریم اینجا که خالی نباشه، بقیه مواردش هم میریم توی اتاق بعدی قرار میدیم. حالا اولی ماینر کوچیکا رو کلا میندازیم اینجا، نام که اگر که بتونیم کلا همه رو کرافت کنیم، که کوچیکا رو همه رو کرافت میکنیم تبدیل به یه دونه، چون علکی جا رو پر میکنه و قدرت خاصی هم نداره. خب این هم اتاق دوم که کامل پر شد و قدرتمون در حال حاضر 15455 PH رسید و رتبه‌مون هم که به 969 رسیده و تو این رتبه در حال حاضر هستیم. ولی جا داشت که بیشتر از این میتونستم جلو برم، حالا چون مقدار آرتیم کم بود نتونستم کامل ایونت پس رو بگیرم، دیگه تا این حد رتبمون ثابت مونده. حالا تا سیزن بعدی که ببینیم چی پیش میاد. ولی روز به روز این قدرت شبکه داره بیشتر میشه و ماین ارزها سخت‌تر میشه. در کل اگر عقب بمونی که مقدار ماینتون هم کمتر و کمتر میشه. فصل هم که داره به اتمام میرسه. در مورد فصل پنجم، فصل جدیدی که قراره به زودی بیاد، توی حالا اون آپدیتی که توی بلاگ هست توی ویدیوی بعدی حتما براتون توضیح میدم که چه مواردی هست و چه چیزهایی قراره اضافه بشه، ایونت که قراره بیاد، اگر اون موارد اطلاعات هم داده باشن که خدمتون توضیح کامل میدیم. بخش بلاگ بریم. ولی این آپدیت جدیدا که اینجا میبینین توی ویدیوی بعدی براتون این مورد توضیح میدم. خب پاورمون در این حد بالا اومد و خب دوستان مواردی که توی این هفته افزایش بلاک ریوارد داشته خود آرلتی هست و ارز سولانا. حالا سولانا 100% شده، آرلتی 50% افزایش بلاک ریوارد داشته. اگر دوست داشتین میتونین روی سولانا بذارین و سولانا ماین کنین. سولانا هم احتمالاً توی سیزن بعدی باز بشه که بتونین واریز یا برداشت انجام بدین. احتمال زیاد توی فصل پنجم به باز بشه سولانا. یه دکمه آپگرید هم اینجا هست که ظاهراً 35 RLT میگیره و ظاهراً اتاقتون آپگرید میکنه. حالا نمیدونم به چه شکلی میشه، ولی اگر که حالا RLT اضافه داشتیم حتماً این مورد هم میزنیم که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. دوستان ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. به پایان ویدیو رسیدیم. حتما ویدیو رو لایک کنین. اگر کانال ما رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که ویدیوهای ما رو از دست ندید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.